تعدادی از مسئولان مؤسسه فرهنگی رسانه با مفتی اهل تسنن و رئیس مرکز فتوای عراق دیدار کردند. مسئولان مرکز مؤسسه فرهنگی رسانه النبا که برای اطلاع از تلاش های بیدریغ عطابات مقدسه عراق در خدمت رسانی به زائران حسینی در زائر سرای سیدالوسیا حضور یافته بودند ضمن بازدید از این مجموعه با دکتر شیخ مهدی احمد السمیدعی مفتی اهل سنت عراق و رئیس مرکز فتوای این کشور که به شهر مقدس کربلا سفر کرده بود دیدار کردند. به گزارش پایگاه تل رسانی دفتر آیت الله العظمى شیرازی، السمیدعی درباره سفر خود به شهر مقدس کربلا گفت: حضور ما در این شهر مقدس با انگیزه گشودن راهی برای مشورت درباره مسائل مرتبط با وحدت عراق، گفتگو در زمینه آنچه در عراق رخ می‌دهد و تاکید بر وحدت صف برای مبارزه و جنگ با دشمن عراق یعنی داعش بود. به افزود امروزه تمام سرزمین و ملت عراق از سوی دشمن هدف قرار گرفته و شرایط حاکم می برای جلوگیری از تهاجم وحشیانه دشمن دارای یک موضع گیری باشیم و ضمن همسدایی با یکدیگر در راه متوقف کردن فتنه ها بکوشیم آقای علی الطالقانی نویسنده روزنامه‌گار و رئیس مرکز النبع گفت در این دیدار درباره فعالیت های مؤسسه النبع مطالبی بیان شد و سپس مدیر مرکز فتوا به بیان نظرات خود در زمینه ی اتفاقات عرصه سیاسی دینی عراق پرداخت. به افزود، در این دیدار از سوی هیئت مرکز گرد همایی مؤسسه النبا و مرکز دفاع از حقوق بشر آدم از آقای دکتر مهدی احمد السمیدعی و شیخ عامر البیاتی و هیئت همراه با تقدیم لوح سپاس و شماری از تولیدات فرهنگی مؤسسه النبا قدردانی شد. همچنین مدیر مرکز فتوا در پاسخ به دعوت مؤسسه النبع برای شرکت این مرکز در کنگره اعتدال در دین و سیاست از این دعوت استقبال و تشکر کرد در پایان دکتر السمیدایی نیز از هیئت مرکز گرد همایی النبع و مؤسسه ی جهانی آدم دعوت کرد که از ساختمان و مقر جدید مرکز فتوا در مسجد ام بازدید کنند